معلومات تازه علی میثم نظری در مورد جبهه مقاومت ملی. محکمه دو تن از سوی طالبان در غزنی. رئیس جمهور شوروی یا روسیه امروز درگذشت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به خبری که این لحظه به دسترس ما قرار گرفت. منابع معتبر در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی میگویند که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان به رسانه‌های ملی این کشور دستور داده است که در روز نهم سنباله به غیر از برنامه‌های مربوط به خروج آمریکا و تسلط این گروه بر افغانستان هیچ برنامه دیگری را تهیه و نشر نکنند. با گفته منابع، این دستور روز سه‌شنبه 8 سنباله از سوی سید مصطفی صالح، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان، به مسئولان رسانه‌های محلی ابلاغ شده است. سوالی از رسانه‌های محلی دایکندی برای پوشش برنامه‌ای که اداره محلی طالبان به مناسبت نهم سنباله تدارک دیده دعوت کرده است. او در پیامی به رسانه‌ها گفته است: فردا روز فتح است، شما دعوت هستید 8 بجه پیش مقام ولایت پوشش بدهید. کل نشرات شما درباره روز فتح باشد، نشرات منفی و خبرهای دیگر نباشد یا دیگر برنامه نداشته باشید. این در حالی است که سال گذشته آخرین گروه نیروهای آمریکایی در بامداد روز نهم سنباله میدان هوایی کابل را ترک کرد. طالبان در یک سالگی خروج این نیروها پیروزی در برابر نیروهای خارجی را جشن می‌گیرند. معلومات تازه علی میثم نظری در مورد جبهه مقاومت ملی. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، گفته است که مقاومت در سال گذشته افزایش یافته است و در 6 ولایت از 34 ولایت افغانستان با نیروی متشکل از 4000 جنگجوی آموزش دیده علیه طالبان می جنگند. نظری روز سه‌شنبه 8 سنباله در صحبت با شبکه خبری CNN گفته است: آنچه برای ما آشکار است این است که بعد دلیل موقف گیری طالبان در برابر حقوق زنان، حقوق بشر، دموکراسی و تروریسم راه حل سیاسی برای پایان دادن به درگیری در افغانستان قابل اجرا نیست. یا ما کشور را باید از دست طالبان آزاد کنیم یا آنها را مجبور به تغییر و پذیرش روند صلح کنیم. نظری افزوده است که آنها از کشورهای مختلف خواستند که به جبهه مقاومت کمک کنند، اما بجز حمایت‌های سیاسی و اخلاقی از سوی کشورهای مانند تاجیکستان، بقیه کشورها به مسائل افغانستان علاقه نشان ندادند. نظری همچنان افزوده است: در زمستان گذشته ما در 6 ولایت در شمال افغانستان حضور نظامی داشتیم: پنجشیر، کاپیسا، بغلان، بدخشان، تخار و پروان. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت همچنان افزوده است: ما توانستیم تلفات خود را بسیار پایین نگه داریم، زیرا بلندی ها را در اختیار داریم. جنگجویان طالبان که از جنوب افغانستان، از قندهار و هلمند می آیند، برای جنگ در کوه ها آموزش ندیدند. نظری در ادامه گفته است که طالبان با گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی رابطه دارند و گروه های مانند جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان، طالبان پاکستانی و القاعده اکنون در افغانستان حضور دارند. منابع محلی در ولایت غزنی میگویند که طالبان دو تن را به اتهام سرقت در ولسوالی جغتو این ولایت در معذر عام مجازات کردند. منابع میگویند که طالبان صبح سه‌شنبه 8 سنباله این دو تن را متهم کردند که در سرقت یک عراده موتر و چندین سیت موبایل دست دارند و هر کدام را 30 دلار زدند. منابع افزودند که طالبان در حین محاکمه صحرایی این افراد، انبوهی از باشندگان ولسوالی های جغتوی و خوگیانی این ولایت را برای تماشای مجازات این افراد گردآوری کرده بودند. این در حالی است که پیش از این نیز طالبان در برخی از ولایت های کشور دست به محاکمه صحرایی افراد متهم زده بودند. و در پایان، میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، درگذشت. خبرگزاری های روسیه به نقل از مقام های صحی این کشور اعلام کردند که میخائیل گورباچوف، رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی پیشین، درگذشت است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که گورباچوف روز سه‌شنبه 30 آگوست در سن 91 سالگی درگذشت است. گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی بود که قراردادهای کاهش تسلیحات را با ایالات متحده منعقد کرد. او با قدرت‌های غربی برای برداشتن پرده آهنینی که اروپا را پس از جنگ دوم به دو بخش تقسیم کرده بود به توافق رسید.
در زمان ریاست جمهوری گورباچوف، اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای غربی درگیر جنگ سرد بود، اما در فرجام گورباچوف برای اتحاد مجدد آلمان با کشورهای غربی نیز به توافق رسید. در زمان ریاست جمهوری او امکان انتقاد از حزب و دولت غیر قابل تصور بود. تشکر از توجهتان، تا درود دیگر، بدرود.